با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز دوشنبه، دوشنبه خوب و دوشنبه آغاز هفته، دوشنبه 21 ارزم به حضور شما که ژانویه 2019 است و طبیعتا اول بهمن 1397 است و این قافله عم عجب میگذر. میدونید که روزهای دوشنبه بعد از گذر از دو برنامه خوبی که برنامه خانم انصاری، بعد هم شنیدن برنامه آقای رشیدیان، مثل هر دوشنبه میریم خدمت آقای روحانی نازنین. متوقع قبل از این که بریم پیش آقای روحانی رو عرض ادب بکنیم، اجازه بده که چرا بریم عرض ادب بکنیم به آقای روحانی، سلام کنیم، تشکر کنیم و حضورش در برنامه و سپاسگزار باشیم از مهرش به میهن. آقا سلام میکنم به شما. درود بر شما آقای بهبهانی ارجمند عزیز و هموطنانی که به صدای ما در این یلدای بزرگ میهن گوش میدن. ممنون از حضورشون. بر یک نکاتی بود که میخواستم به عرضت برسونم. اجازه بده که این بهترین شد. اجازه بده یک نازنین روی خط داریم به همت آقای روحانی، جناب آقای عسکری از سندیکالیستای ما. اجازه بده که عرض ادب بکنیم، سلام کنیم با آقای عسکری و سپاسگزار باشیم از اینکه مهر کرد و این ارتباط رو برقرار کرد. آقای عسکری به شما درود میفرستم. جناب بهبهانی، من حضورتون درود عرض میکنم و همچنین حضور همرز، دوست و وکیل مبرز و مجرب جناب محمد رضا روحانی که امروز مهمان شماست و ما همواره از ایشان درس گرفتیم. اما به جهت اینکه من اولین بار است که خدمت شما در واقع تلفنی صحبت میکنم، من غلام عسکری، مسئول و بنیانگذار اولین و بزرگترین و دموکراتیک ترین شوراهای کارگری ایران در مجتمع فولاد اهواز و شرکت های تابع وابسته در سال 1359 میباشم. به خاطر اینکه رژیم جمهوری اسلامی از همون ابتدا پس از اون در واقع رفراندوم قلابی 12 فروردین 1358 حاصل انقلاب ملت ایران رو که مصادره کردند، جنگ نابرابری رو با جامعه کارگری آغاز کرد و من به خاطر اینکه جلوگیری کنم از اخراج 10,000 کارگر از مجتمع بزرگ فولاد اهواز، تشکیل این شوراها رو دادم. اما متاسفانه با شروع جنگ خمینی و صدام، پاسداران به جمع ما یورش بردن و پس از دستگیری و ضرب و شتم آخرین نفر ما 7 بعد از زندان آزاد شد. تا کنون هم بدون وقفه این سرکوب و این جنایات علیه مولدین کلان سرمایه ایران، یعنی جامعه کارگری ایران، جامعه زحمتکشان، همچنان ادامه دارد تا اینکه رسیدیم به برنامه‌ای که رژیم در واقع این روزهای عمر ننگین خود علیه جامعه کارگری در نیشکر کارخانه قدیمی نیشکر هفت‌تپه و همچنین در گروه ملی فولاد ایران آغاز کرده، به جهت اینکه با سرکوب و ارعاب بتونه جلوی جنبش‌های کارگری رو بگیره و نگذاره که اینها به هم دیگه متصل بشن. اما من امروز از جناب روحانی به عنوان یک وکیل پایه‌ای که دادگستری و یک مبارز قدیمی تقاضا دارم بفرمایند در رابطه با دستگیری و شکنجه همکار و همشهری عزیزمان و در واقع اسماعیل بخشی و همچنین خبرنگار مجرب سپیده قلیان و برادرش که برای بار دوم امروز دستگیر شدند، چه تصمیماتی دارند همراه با همرزمان و همسنفان و همکاران خود برای این عزیزان که امروز به طور حتم با توجه به تجربیاتی که من از زندانهای شاه و زندانهای جمهوری اسلامی دارم
جان این عزیزان با توجه به اینکه سرخم نکردن و اعترافات ساختگی تلویزیونی این رژیم جهل جور و فساد جنایت را افشا کردن و شکنجه های وارد بر آنهای خود در واقع افشا کردن، امروز جانشان در خطر است. همچنان که نوشتم و حضورتم ارسال کردم، عزیزانم در سراسر جهان که سخن این انسان درد کشیده رو میشنوید، بیاد اسماعیل بخشی، سفیری قلیان و برادرش و علی نجاتی که آخرین باری که من با ایشون تلفنی صحبت کردم عمل دریچه قلب انجام داده و این مرد بزرگوار نمیتونه تحمل کنه زندان رو. به این خاطر جمهوری اسلامی حتی برخلاف اصول همون قانون اساسی ارتجاعی خود هم این شکنجه ها رو، اهم از شکنجه جسمانی و روحی علیه مبارزان و فعالین کارگری و فعالین حقوق بشر داره اعمال میکنه و الان جان این عزیزان در خطر است. من از آقای روحانی تقاضا میکنم در این کوتاه سخن که من این پرسش رو از ایشان دارم بفرمایند که در رابطه با این عزیزان که در بند هستن چه تصمیماتی دارن و چه اقداماتی رو میخوان انجام بدن. من از جناب بهبهانی سپاسگزارم که این زمان رو در اختیار من گذاشت و از جناب روحانی عزیزم که واقعا طی سالهای زیاد مبارزات خود نشان داد به عنوان یک انسان وارسته و انسانی که دل به حال ایران ایرانی میسوزاند. من مطمئنم که در این راه هم قدم خواهد برداشت. درود میفرستم به شما، خسته نباشی میگویم و امیدوارم که در آینده بتوانم بیشتر در خدمتتان باشم. درود بر شما. محمد عزیزت متشکر از شما و سپاس از تماس شما و مهرت به میهن. ممنونم جناب عسکری، سپاسگزارم، متشکرم. بها دوستان، شنیدین فرمایشات یک انسان دلسوخته وطن، یک میهنیار واقعی. و از آقای روحانی باید صمیمانه تشکر کرد که این فرجه رو در حقیقت در اختیار ما قرار داد تا بتونیم صدای این هموطن دردمند رو بشنویم. آقای روحانی، شما اگر میل دارید پاسخ این آقای عسکری رو بفرمایید، ما هم سراپا گوش خواهیم بود. عرض کنم که این باعث سرافرازی و افتخار منه که ادای وظیفه بکنم نسبت به هموطنانم، به ویژه رحمتکشان ایران. من در زمانی که ایران بودم عرض کنم که 70 سال پیش کارمند بیمه های اجتماعی بودم، ساواک نذاشت من رو اخراج کرد. بعدم البته اخراج ساواک از جهت مادی به نفع من بود، از جهت معنوی هم به نفع من بود. من یکی فایده کردم از این که بعد رفتم وکیل سازمان بیمه های اجتماعی شدم و هم موقعیت بهتری بود از نظر مالی و این که آزادی بیشتری داشتم و دستم باز بود. در هر حال میخوام خدمت ایشون عرض بکنم که یکی از اولین مقالاتی که من در تبعید نوشتم در مورد حقوق کار بود که برای ایشون میفرستم. این شاید مثلا 35-6 سال پیش نوشته شده و حتما خدمت ایشون تقدیم میکنم. در این مدت اون کارهایی که بلد بودم کردم، چه در کنفرانس بین‌المللی کار، موقعی که در شورای ملی مقاومت بودیم، همین آقای مصداقی هم خیلی زحمت میکشیدن، حقوقدانان دیگه ای بودن، من یک عضو کوچکی از این هیئت بودم و انجام وظیفه کردیم. بعد هم خوشبختانه این امکان فراهم آمد که آقای بزرگوار، آقای بهبهانی، این بلندگو رو در اختیار اشخاصی قرار میده که در حد خودشون دل میسوزونن برای جامعه. در این مدت هم همین کارهایی که میبینید کردیم و میکنیم و خواهیم کرد. میخوام بهشون مژده بدم که به دلیل وجود آدمهای مثل خود ایشون، امروز وکلای دادگستری، من لوایحشون رو خوندم، وکلای دادگستری اعلام جرم کردن نسبت به کسانی که این اشخاص رو بازداشت کردن. حرکتی که توسط ایرانیان خارج کشور انجام شد باعث شد که اینها ناگزیر بشن تحت فشارهای بین‌المللی اینها رو آزاد کنن. مجددا هم ما این تلاش رو خواهیم کرد، ادای وظیفه خواهیم کرد در حدی که لیاقت داریم، کارهایی که بلدیم انجام میدیم. ولی بیش از همه خوشحالم که امروز جمعی از وکلا علیه اشخاصی که دست به این جنایت دادن شکایت کردن. خانوم وکیلی که
برای وکیل اینها خانم نازیلا اگه اشتباه نکنم اسم کوچیکشونه، اعلام کردن که شما کارگرها رو آزاد کردید، گفتید که یعنی دادگستری حکم صادر کرد که عمل اینها خلاف امنیت نبوده، آمدن مطالبات حقوقیشون داشتن. به چه دلیلی نمایندگان اینا رو دستگیر میکنید وقتی که دادگاه اصل عمل رو جرم تشخیص نده؟ البته ما همه میدونیم که این جنایتکاران تسلیم قانون نمیشن. تسلیم قانون میشدن من و آقای عسکری آقای بهبهانی اینجا نبودیم. یعنی حتی با توسل به همین قوانین عقب افتاده عرض کنم که ولایت مطلقه فقیه، شاید این امکان به دست میومد که میتونستیم حرفای خودمون رو بزنیم. در هر حال من سپاسگزارم از این که ایشون این انگیزه بزرگ انسانی رو دارن که اولا روابط خودشون رو با سندیکالیست های ایران حفظ میکنن، ثانیاً با مجامع مختلف حقوق بشری اشخاصی که از حقوق کارگران در خارج کشور دفاع میکنن ایشون همیشه حاضر هستن، در تمام جلسات حاضرن که میان و بیانگر دردهای کارگران ایران هستن. من هم به ایشون قول میدم که مثل همیشه وظایف خودم رو انجام بدم و به خصوص از همکارانی که در ایران هستن همینجا سپاسگزاری میکنم. اونها در میدان اصلی مبارزه هستن، ما وظیفمون پشتیبانی از اونهایی که اونجا نشستن و ما چشم انجام وظیفه خواهیم کرد. اون کارهایی که بلدیم تا کنون انجام میدادیم انجام خواهیم داد. ما الان که صحبت با هم دیگه میکنیم میخوام خدمتتون بگم که همکار بزرگوار ما آقای مصطفی ترک همدانی محکومش کردن به ضرب به شلاق برای اینکه در پرونده کارگران به همون دستگاهی که من وکیلش بودم، ایشون الان وکیلشه، در وکیل سازمان های بیمه های اجتماعی بوده، مرتضوی دوز رو تعقیب کرده، حالا به عنوان افترا گرفتنش. و من نمیفهم وقتی وکیل میگه حسن دزده حسین دزده، وکیله که نمیگیرن، میرن موکلش میگیرن. در هر حال ایشون رو محکوم کردن به شلاق، به زندان. و این سرنوشت وکلای ماست. من وقتی الان راجع به وکلا صحبت میکنم میخواستم به اشخاصی که اینجا نشستن در خارج کشور، آدمای خوبی هم هستن، بسیاری از اینها سوی نیت هم ندارن، بگم به جای اینکه انشای جبهه ملی رو عرض کنم حضورتون درست بکنم، بگم انشاد خوب بود بد بود نباید اینجوری بشه یه جوری دیگه می‌نوشتی بهتر بود، بهتره که کارهای جدیدتری که مربوط به میدان اصلی مبارزه است انجام بدن. امروز من با کمال افتخار، حالا این کتاب جمع دستم نیست، کاش که جمع دستم بود، داشتم خاطرات دکتر مسعود حجازی وکیل برجسته دادگستری رو، پدرشان وکیل بوده و از رهبران جبهه ملی بوده و شجاعت و بزرگواری این مرد رو در روزهایی مثل در دیماه 1360 موقعی که میکشتن روز 100 تا 200 تا میکشتن رو بیاد بیارم که این وکیل شجاع دادگستری به عنوان عضو جبهه ملی در تهیه سندی شرکت داشته که این سند هنوز با ایشون بودن و آقای پارسا بودن. آقای پارسا از بزرگان حقوقدانان ایران بودن، دیپلمات بودن. این دو نفر از طرف جبهه ملی سندی رو امضا کردن، اطلاعیه رو فراهم کردن و پخش کردن که هنوز که هنوزه نشون دهنده پاکدامنی و شجاعت رهبران جبهه ملی. منتها من نمیدونم این اشخاصی که نشستن صبح تا غروب عید میگیرن از این از اون، خودشون چه میکنن برای میدان اصلی مبارزه. من بدون اینکه قصد عرض کنم که مجادله با کسی داشته باشم، توجه میدم که میدان اصلی مبارزه اونجاست. در خارج کشور درست کردن نمیدونم انواع و اقسام کابینه و نمیدونم چی میگن، دوران گذار و برنامه دوران گذار و مدیریت دوران گذار، اینا حرف های بدی نیست، ولی اصل قضیه اونجاست. و درست کردن کارخونه آلترناتیو، درسته بشینیم بهترین برنامه رو بنویسیم، در اصل در میدان مبارزه شما چه تأثیری دارید؟ بهتره که از این زن خبرنگار شجاع دفاع کنید که قبل از اینکه دستگیرش کنن تلفن میکنه به شکنجهگرش میگه شما نبودین ما رو زدین، و این پخش شده، همین الان همه جا پخش شده. و عرض کنم که مواظب جان و سلامت و حیثیت اینا باشیم،
اصل مبارزه در اونجاست، میدان اصلی مبارزه در اونجاست. من باید از همینجا قبل از اینکه وارد هر چیز دیگه بشم از همکار دیگری سپاسگزاری کنم، همکاری که اجازه ندارم اسمشونو بگم، محبت کنه هفته گذشته به شما زنگ زده که یکی از اشتباهات من رو بگن، من از ایشون سپاسگزارم. من در ضمن گفتن جنایات رژیم عرض کنم اشتباها اون عمل مجرمانه ای که در بیمارستانی در آمریکا نسبت به خانم بیمار انجام شده بود رو به حساب آخونده نوشتم. البته من اشتباه کردم، عذرخواهی میکنم، و ولی واقعیت این است که اون حیوانات جانی که به جان و مال و حیثیت مردم ما متوسل شدن از این جنایات زیاد کردن. ولی البته من اون خبر رو یا به شکلی خوندم یا اشتباه کردم، به شکلی خوندم، چون خبرهایی که میرسه خیلی ما بچینه نداریم. امروز یکی از دوستان گفت خیلی مراقبت کنیم و اینا، من بهش گفتم ببین من مثلا چه میدونم در 5 سال گذشته 200 دفعه با این آقای بهبهانی صحبت کردم، تو این 200 دفعه شاید مثلا هر دفعه 50 تا 40 تا 50 تا خبر رو گفتم، این مثلا میشه یه چیزی بود 10,000 تا خبر. خب ممکنه 10 تاشم 20 تاشم اشتباه باشه، شماها ما رو ببخشید اونجایی که اشتباه میکنیم، چه در انتخاب کلمات و چه در بیان اخبار، برای اینکه کنترل درست بودن اخبار دست ما نیست. همین امروز یه خبر عجیب و غریب بودم، نوشتن اون خانومی که تنها خانومی که تو اون عرض کنم حضورتون که هواپیما بوده کشته شده، این خانوم پزشک بیماری متخصص بیماری های داخلی بوده و عضو سپاه بوده، تو بیروت تو جزء وزارت خارجه بوده، جزء مامورین وزارت خارجه بوده، تو کابل بوده و مترجم عبری بوده. این خانوم 38 ساله، شوهرم نداره، یعنی مجرد بود این خانوم. بعد معلوم نیست اصلا این خانوم چون تیار هواپیما چی کار میکره، من نمیدونم این اخباری که رسیده که این راجب مشاغلش، ولی یه دور سند وجود داشت که نشون میداد این خانوم طبیب بوده. شاید این سند مربوط به دوره تخصصی چه بوده. بعد هم یه خانومی، حالا خانوم، حالا اسمشون رو فراموش کردم، خانومی یک محاسبات خیلی دقیقی کرده، نوشته که بابا با این پول بنزین و حمل و نقل و اینا اون گوشتا کیلویی 100,000 تومان به تهران میرسید. قضیه این مسئله رو باید بفهمیم که چجوری اینا گوشت رو با اون قیمت حمل و نقل و قیمت بنزین و اینا حساب کرده. حساب دقیقی هم بود. حالا اسم خانوم سپاسگزارم، از خانومی که اسمشم الان یادم نمیاد، که نشست و اینا رو مرتب و منظم نوشت. در هر حال عرض کنم حضورتون که دستگیری جنایتکارانه این اشخاصی که هیچ گناهی غیر از بیان حقایق ندارن، مثل دستگیری وکلاست. الان وکلایی رو که دستگیر کردن برای وکلای درابیش رو، همه اینا سند در آمده، عکساشون وجود داره که اینا رو شکنجه کردن. اینا رو عرض کنم حضورتون که باند پیچی هاشون معلومه که اینا رو باند پیچی کردن. بعد چه کنجی بالاتر از این که یک آدم 95 ساله افتخار وکلای ایران، افتخار حقوقدانان ایران، افتخار دادگستری ایران، استاد بزرگ حقوق، مرد شجاع، مرد پاکدامنی مثل دکتر تابنده رو چقدر باید سیزه عج بدن تا این رو بکشن. عرض کنم که بنابراین این جنایت نسبت به همه مردمان این کشور انجام میشه. هم آقای حجازی رو که گفتم، به اتفاق آقای پارسا اون اعلامیه افتخارآمیز رو برای تاریخ جبهه ملی، برای تاریخ مبارزات مردم ایران نوشتن، و اینا رو بردن زندان، به احتمال خیلی زیاد اینا رو شکنجه کردن. و عرض کنم حضورتون که این رژیم تا موقعی که هست کاری غیر از این نمیتونه بکنه. اعترافات اجباری از اشخاص میگیرن و بعد پخش میکنن. تو قوانینشون نوشته است تا پرونده رسیدگی نشده اسم متهم حق نداریم بنویسیم. خود اینا وقتی میخوان دوزار رو چی بکنن، میخوان دوزار رو معرفی نکنن، میگن آقای نمیدونم چه جه متهم است به فلان، آقای جیم ه اینجوریه. من نمیفهمم چرا نمایندگان کارگران حق ندارن، نمایندگان دزدا تمامشون. عرض کنم حضورتون که اسمشون رو کسی تشخیص نمیده،
میگن تا موقعی که حکم قطعی نشده نبایستی اسم اینا رو کسی بگه. در بقیه موارد رعایت میشه، ولی در مورد همین خانم قلیان رعایت نمیشه. این در مورد آقای بخشی رعایت نمیشه. بعد هم حمله کردن به خونه این خانم، زدن برادرش، شکستن دندون برادرش، 12 نفر آدم مسلح وارد یه خونه میشن ساعت 23:55. 12 آدم مسلح، پدرش میزنن، برادرش میزنن، دندون برادرش میشکنن، دستگیرشون میکنن و میگیرن میبرن و معلومه کجا بردن. پدر مثل که رفته به دادگستری، دادگستری خبری بهش نده. در مورد بخشی، آقای بخشی نماینده شرافتمند و بزرگ دادخواه عرض کنم که کارگران گرسنه ما، 15 ماشین رفته در خونش. خود تو از توی که از این ماشین ها یکی راننده باشه، 2 سرنشین باشه، میشه عرض کنم 45 نفر آدم برای دستگیری این آدم رفتن، ایجاد وحشت بکنن برای اینکه در دل دیگران. من تصور نمی کنم این کارهایی که این کارهای جنون‌آمیزی که دارن می کنن، این کارهایی هستش که همه این دیکتاتورها عرض کنم در زمانی که دچار وحشت میشن انجام میدن. خود خمینی هم آخرین روزهای شاه بود و همه دیکتاتورها قبل از اینکه سرنگون بشن دست به جنایت بزرگی میزنن. خوشبختانه دستگاه سرکوبی اون موقع آمادگی نداشت و یه همچین اتفاقی که خمینی گفته بود به اون شکلی که اون گفته بود نیفتاد. ولی شما تو اول صحبتتون گفتین امروز اول بهمنه. منم میخوام خدمتتون عرض کنم که روز اول بهمن دانشگاه تهران مورد حمله چهارگزا قرار گرفت. یکی از آدمای مجروحش همون آدمی هست که الان صحبت میکنه باهاتون و جزء مجروحین حادثه بودیم. یه جوونی بود، اسمش بود، فکر میکنم اسم فامیلیش بود محمودی، پدرش رئیس آگاهی ساری بود، اینم پهلوان بود، گردن کلفت بود، پهلوان بود، رفته بود چی شده بود، رفته بود حرف کنم که رنجر شده بود. این وقتی منو مجروح از زمین بلند کرد که یه دونه دیگه بزنه، گفت اه تو فلانی هستی، هیکل منو کشید انداخت بیرون از دانشگاه. خدا پدرش بیامرزه، معرفت به خیر داد. اسم خانوادگیشون بود محمودی و چون ورزشکار بود سینه خیلی چیزی داشت، اینا بهش میگفتن سینه اسکوپ. حالا اگر آقای سینه اسکوپ صدای منو میشنوه یادش بیاد که اول بهمن منو نجات داد، من ازش سپاسگزارم. در هر حال عرض کنم که مثل که ظاهرا بایستی این کارهایی که این آخوندا کردن ما مثل شاعر عزیز بگیم نور به قبرش ببره. به هر حال من خوشحالم که امروز ضمن صحبتهایی که میکنیم با هم دیگه بگم که نامه اخیر آقای رضا پهلوی نامه خوبی بود و ابراز تنفر کرد از جنگ، ولی من فکر میکنم که این دوستان فرشگردیش خیلی جنگجوان، خیلی اصلا تئوری جنگی که می‌نویسن یه خورده از هیتلر زده بالاتر. یه خانم از حالا اسمش از صادقی، معمار صادقی، معماری صادقی، چون رئیس شرکت نمیدونم چی چیه، توانایی که از وزارت خارجه آمریکا عرض کنم به اینا کمک میکنن، اینا یه جایی دارن که به ما درس مدنیت بدن. این خانوم من خواهش میکنم که ببین ببین، چون من نمیتونم وقت ندارم که، یعنی اینجا اصلا وقت نیست بگم، چنان در فوائد جنگ صحبت میکنه که جنگ مقدمه خوشبختی ها و پیشرفت هاست و درس میده اینو. با آقای رضا پهلوی از اینا حمایت میکنه، کروات میزنه، ولی خوشبختانه عرض کنم کروات رو هم رنگی اینا که اینا چی هست فیروزه‌ای. من امیدوارم که ایشون مقاله آقای بهروز ستوده رو بخونم. منم دلم برای آقای بهروز ستوده خیلی تنگ شده. دلیلش هم اینه که برادر ایشون قاضی برجسته و خوشنام دادگستری همدارهای ما بودن، رفیق ناصر کاخساز بودن، همیشه با هم بودن، صورتش همیشه پر لبخند بود. همین الان که با شما صحبت میکنم یاد اون چهره مهربان و محترمش میفتم. فکر میکنم پدر ایشون هم تو دادگستری کار میکرد، خود ایشون هم در پرونده معروف فلسطین جزء متهمین بوده با همین ناصر بزرگوار ما روی نیمکت های اتهام دادگاه نظامی نشست و سالها در زندان بوده، بعدا هم به چنگ امام خمینی افتاده، خوشبختانه جان به در برده. این جوونو میگم، اون برادر که وکیل خوش قاضی بزرگ و خوشنام دادگستری و همدوره ما بود، من این جوون رو
مقالهش خوندم و واقعا مقاله خیلی خوبی خطاب با آقای رضا پهلوی نوشته که عنوان مقالهش فکر میکنم این هستش که از چاپلوسان و دیکتاتور پرورها پرهیز کنید. خیلی مقاله خوبیه. من عرض کنم که آقای رضا پهلوی با تناب دیکتاتورها و چاپلوسها به چاپ نرن. منم دیگه لازم نیست بیشتر راجع به این مطلب صحبت کنم. من امیدوارم که اینها گوش کنند و خانومی که رفته به حج پارسال از امام خامنه ای تشکر کرده و حالا لباسش عوض کرده، امیدوارم که این خانوم هم به راه راست یا جز همین فرشکندی ها هست. این خانوم معمارم که میگه که معمار صادری صادر معماری اینا بسید چیه، اینم که این همه میگه جنگ خوب است و جنگ ها پیشرفت میکنه و پیشرفت ایجاد میکنه و اینا، من امیدوارم ایشون هم یه خورده به یادشون بیاد که هیتلر هم برای جنگ رفته بود گفته بود که این چه که این همسایه ها به ما حمله میکنه ما داریم میریم دفاع کنیم. هیچ وقت نگفت جنگ خوشبختی میاره. امام خمینی بود گفت جنگ نعمت است. و بعد هم ابتدا قرار بود بره اسرائیل، اول بره قرار بود کربلا بره، کربلا رو دل کرد گفت میخوام برم اسرائیل بگیرم، بعدش هم دید به هیچ کدوم نمیرسه گفت جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم. من فکر میکنم که این حداقل مخالف سیاست اعلام شده وزارت خارجه آمریکاست که کمک میکنه به این دستگاه اینا که به ما اسم دستگاهشون اینه که به ایرانی ها بدید درس مدنیت بدید. راستی گفتم درس مدنیت یادم میاد که هم یادم آمده همینجوری الان که میگم خوبه این خانومم یاد بگیره اشکال نداره. عرض کنم که ناپلون نامه نوشت فتحعلی‌شاه بهش نوشت، البته دروغ هم نوشت، نوشت موقعی که شما کوروش داشتین اجداد ما تو جنگل ها بودن. همون آقا به نفع این به محض این که منافعش اقتضا کرد رفت با تزار روس ساخت. اون موقع میخواست که با فتحعلی‌شاه شریک بشه با روسا جنگ کنه، بعد دیدش که حالا گرفتاری های دیگه ای داره، کارهای دیگه ای داره، ولکت فتحعلی‌شاه رو رفت. به این خانوم هم عرض میکنم حضورتون که این آدمایی که مثل همچین چیزایی به شما یاد میدن به نفع به محض این که استفاده اینها تموم شد از وجود شما، از درس شما، از نمیدونم فضل شما و اینا، شما رو لگد میکنن میندازنتون دور. بنابراین تلاش بکنید. و یه چیز عجیب و غریب دیگه که بهتون بگم، یه دوست باهایی به من زنگ زد و برفا این خانوم رو گوش کردی؟ گفتم آره. گفت میگه من باهایی ام. گفتم آره. گفت تو رضا نمیدونی باهایی ها در سیاست دخالت نمی کنن؟ نمیدونی باهایی ها ضد جنگ نیستن؟ این بدبخت میکنه ما رو. از روزی که این حرفا رو این بحث میکنه شروع کردن بیرون کردن بچهای ما از مدارس و دبیرستان ها چی و این سیاست، این سیاست جدیدی که این اعلام کرده که جنگ خوب است، جنگ باعث پیشرفت خیلی از جوامع میشه و اینا، عرض کنم ما رو بدبخت کردن. تو به این خانوم بگو من نمیدونم این خانوم که من نمیشناسم، ولی راست میگی. من از همینجا اعلام میکنم ای مقامات عرض کنم بیرحم دستگاه جنایتکار خامنه ای، بهایی ها اهل سیاست و مبارزه برای به دست آوردن قدرت به خصوص اهل جنگ نیستن، اینا از سیاست فرار میکنن، حقم دارن. البته بابی ها انقلابی بودن، دست به اسلحه بودن، اینا بعد هم تموم شد، دوره بابی ها گذشت، الان اینایی که تو ایرانن بهایی هستن، در سیاست دخالت نمی کنن. سیاست اینها جنگی نیست، سیاست جنگی مال همین خانم هست که این عرض کنم حضورتون گریه هم کرد موقعی که حرف می زد که من بهایی هستم، بهایی بودم، نمیدونم من اذیت کردم اینا. این شاید عرض کنم که این عرایض ما به گوش آخونده برسه و لااقل اون مأمورین دست هشتمشون که حالیشون نیست بفهمن که بهایی ها اهل ورود به زندگی سیاسی و به ویژه اهل جنگ نیستن و این بدبخت ها رو بیش از این آزار ندن. من حالا یه چیزی جالب خدمتتون بگم، حالا یادم اینجور بعضی میگن تو هی قصه میگی آشکاری نه، عرض کنم که من تصادفاً یک تصمیم قضایی خیلی مهمی، حالا ما نمیدونم، ما فکر میکنم تصمیم به وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور آخونده بودش، نوشته بودن که این بهایی ها میخوان چی بگیرن، میخوان حقوق بازنشستگی بگیرن، بعضی از دادگاه ها رد میکنن، بعضی ها قبول میکنن، شما نظرتون چیه؟ احکام متضاد داده بودن،
دیوان عالی کشور آخوند جلسه تشکیل داده و تو جلسه گفته بود که اگر برن پیش یک کسی که امضاش مورد قبول است، یکی از علما و فلان، توبه بکنن، میتونن حقوق بازنشستگی میشه بهشون داد، ولی نمیشه داد. ما اینو ترجمه کردیم، یعنی معذرت بخوام من اینو پیدا کردم، یه یادداشت کوچیکم نوشتم. اون موقع عضو شورای ملی مقاومت بودم، اما اونجا در با همین آقای مصداقی با هم به ماموریت‌های چی می‌رفتیم، به ماموریت‌های گوناگون حقوق بشری و کنفرانس بین‌المللی کار می‌رفتیم. این رو بردیم و اونجا تأثیرات خوبی داشت. یعنی ترجمه این، من که انگلیسی بلد نبودم، ترجمه این انگلیسی کردم. اونجا ما توضیح دادیم که این پول بازنشستگی از حقوق اینا قصد کردن، اینا مال اینا و اینا استفاده از این حقوق رو چی کردن، توقیف کردن به این که بری مسلمون بشی و توبه کنی. خب تأثیرات خوبی داشت. یه آقایی که اونجا بود و میگفتن این جزء این حقوق بشریه که همین سازمان هست و اینها، آمد من از وضع بد این بچه هایی که با ما بودن، چون این مجاهدینی که با ما بودن واقعا شرایط بسیار بدی زندگی میکردن. بگذاریم این که آقای رجبی وقتی که میخواد به حزب دست راستی اسپانیا کمک کنه، 800 هزار اورو، یه چیزی بود 1,000,000 دلار، فقط به یکی از احزاب دست راستی چی داده که صداش در اومد، الان پروندهش در جریان دان رسیدگی میکنه تو کشور اسپانیا، عرض کنم که ولی به این پایمانی ها که میرسه خبری نیستش. منم واقعا وارد مسائل اینا نبودم، مسائل ما هیچ کس نبود، نه که من نبودم، هیچ کس نبود، هیچ کس نیست، یه چند تایی هستن که میدونن چیکار دارن میکنن. عرض کنم که من همینجور پیش این هموطن گله کردم که اینجوری و اینا، این خیال کرد که من ندارم، من مثلا این کار میکنیم و هم پول بده. گفت من میخوام به شما کمک کنم. من فکر کردم اینا میخواد کمک بکنه به تشکیلات، گفتم برو اینا، این آقای فلانی اونجا ایستاده، این جزء مجاهدینه، اینا کمک‌ها رو باید اینا جمع کنن اینا. گفت نه 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 نه، من فکر کنم شما احتیاج دارید و اینها. گفتم من تو جیبم اینقدر پول هست بدم خدمت شما اینا. میخوام بگم که اینها حتی برای کمک به مبارزاتی حقوق بشری هم حاضر نشد بره به مجاهد پول بده. بنابراین اینا اهل جنگ نیستن. من شهادت میدم، من قسم میخورم، میخوام بگم به حضرت عباس اینا اهل جنگ نیستن. چاره نیست. در هر حال من امیدوارم این خانومم بیاد بگه که مثلا من بهایی نیستم، اقلا اعلام بشه نرن این مردم رو اونجا از مدارس بندازن بیرون، از کسبشون بندازن بیرون، بگیرن بزنن زمین. به اندازه کافی دارن میکنن، بار اینها رو، بار سنگین اینها رو بیشتر نکنه، اونم به عنوان حمایت از رضا پهلوی و فرشگرد و از این داستان ها. ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان. در هر حال عرض کنم که این جمله شو من نوشتم، در تاریخ اگر نگاه بکنیم جنگ باعث بهتر شدن زندگی ها، مملکت ها، جامعه ها بوده. سوریه الان میبینیم آدم هایی هستن، یه گروهی هستن، پلاکارت های خیلی بزرگی درست میکنن به زبان انگلیسی خیلی قشنگ، الان 3 سال دارن دعوت میکنن از دنیا که حمله بکنید به سوریه. این آدم ها مسلمن به خاطر این نیست که سور دوست نیستن، سور را میخوان که اون حمله را دعوت میکنن. آقا نگاه کنید، نگاه کنید چی میمیسه این صورت، چی که نگاه میکنی میگه چه آدم مؤدبیه، آدم محترمیه. من نمیدونم چجوری ممکنه که بین طینت آدمی، تفکر آدمی و عرض کنم حضورتون که ظاهرش هیچ گونه اتفاق بخواهی که حرف میزنه، چرا با خونسردی حرف میزنه مثل این که داره شعر لامارتین، شعر عاشقانه لامارتین میخونه، نمیدونم داره حافظ رو برای ما دکلمه میکنه و وحشتناک این نکنی. اینا عرض کنم که در من میبینم، حالا که صحبت های اینجور شد من میبینم یه عده زیادی میگن ائتلاف، ائتلاف اساسش کلمه الفته. الفت زوری که نمیشه، یارو میگه آقا من نمیخوام با فلان کس باشم. خب نمیخواد باشه، حق نداریم که بگیم چرا نمیخواد، چرا بس کشید بین خودتون. شما اگه دعوا دارین مسائل اتحاد عمل میتونید داشته باشید، خوبم هست که داشته باشید. بفرمایید همین خانومی که میخواد جنگ بکنه، درس مدنیت به ما یاد میده از طرف وزارت خارجه آمریکا، در تاریخ اگر نگاه کنیم جنگ باعث بهتر شدن زندگی ها،
مملکت ها جامعه ها بوده، عرض کنم به جای این حرفا از دکتر تابنده دفاع کنه. 95 ساله تو زندانه. از این خانم قلیان دفاع کنه. به ما دست جنگ نده، ما خودمون جنگی هستیم به اندازه کافی. نگاه کنید تو خارج کشور چقدر اینا، عرض کنم حضورتون که با هم دیگه تو چی میکنن، با هم دیگه جر رو بست میکنن، اینا جنگ دیگه. حالا مثلا در جنگ حتما کشتن نیست، انواع جنگ ها هست، اینا جنگ های لفظی و کلامی و اینا. در هر حال من تصور میکنم که حالا خوشبختانه با این حرفی که آقای رضا پهلوی زد، این از خاندان جنگ افروزان فاصله گرفت. امیدوارم که این آقای مقاله آقای بهروز ستوده رو هم بخونن. من این مقاله رو اگر آقای ستوده به من نشون میدادن حتما خواهش میکردم که این فراخوان بکنه خطاب به این آدم، برای اینکه من نمیدونم چجوری شده این آدم از اینجا شده عرض کنم حضور دیگه موضوع اختلاف، در حالی که اگر این آدم به جای این قبیل حرفا بتونه از کار از با این امکانات که فرشگرد اینا دارن که ما نداریم، که هر روز فرشگرد اینجا فرشگرد اونجاست، این آلمان نمیدونم چی پشت سر اینا، با این سوابق مشعشعی که میبینیم دارن، خب اینها باید به جای اینکه از اینجا فکر میکنن میتونن اون کشتی رو از همینجا ناخدای اون کشتی در طوفان باشن، بهتر استش که صدای مردمانی رو که تو اون طوفان دارن مغروق میشن، آی آدم ها، عرض کنم یک نفر که ملت دارد می سپارد جان، گوش کنن و کارهایی که بلندن بکنن. آخه این کار به شما نمیاد که، کدومی که شما عربی الان کلید مثلا چه میدونم قصر نیاوران رو بدن دستون، میتونید برید تا اونجا اصلا ببرم تو خیابون بلتون کنن کجا، چی میگین شما؟ چرا به چشم مردم سعی میکنید از طریق ارتباط جمعی خاک بباشید، جنگ ایجاد کنید؟ در هر حال من اینکه حسن میخواد رئیس جمهور بشه، حسین میخواد نمیدونم شاه بشه، تخت بذاره، اینا موضوع بعد از آخوندهاست، قبلش که نیست، چیزی وجود نداره. چی میخواییم؟ چرا اتحاد عمل علیه آخوندها ایجاد نمی کنیم؟ نشستید انشای این انشای خوب نیست، کلماتی که نوشته مبهمه. آقا اینا نوشتن که نمیدونم آراء مردم میتواند تعیین کننده باشد، با احترام به آراء مردم. خب شما این حرف رو زنید، بگید آقا ما با جمهوری خواه رفیق نیستیم، ما کارگرای عرض کنم حضورتون که فولاد، با کارگرای هفت تپه رفیقی و حقوق اونا دفاع میکنید. اینجا نشستن نسخه میبشن کابینه درست کنید نمیدونم این حرفا چیه، این حرفا موی عقل درش نیست، بوش بوی تعقل در چنین مطالبی اصلا دیده نمیشه. چرا چنین حرفایی رو میزنید؟ چه فایده ای داره؟ این سردار اشتری میاد میگه که میخوان روزی 22 و من کشور رو دچار مصیبت کنم. اینها هر روز نشستم، هر دقیقه نشستم که آماده بشم برای سرکوبی مردم. شما میتونید، هممون میتونیم در حد خودمون، مثل همین آقای عسکری در حد خودش، من در حد خودم، آقای بهبانی در حد خودش، مصداقی نمیدونم دیگران، آقای مصداقی کسی هم به من گفت چرا کلمه آقا و جناب اینا منو میبخشن اگه من به کار نبرم، خیلی دستپاچه نباشین. عرض کنم حضورتون که گوش کنید با این خانوم اعظم جنگلون که چارقدش برداشتید تو خیابون چیکار کردن؟ بردنش بعد از اینکه بهش معذرت بخوام، آقای معاون دادستان، منصوری معاون دادستان، مردم ایران یادتون باشه منصوری معاون دادستان، این اسمش هست دادستان، به دختر مردم، به زن مردم میگه فاحشه، چون زور داره، چون احساس میکنه زور داره. بعد از این بازداشتش میکنم بهش میگم فاحشه، چند تا قول بهش میدن، همه قول هم عملی میکنن، میگه شغلتی میگیریم، گرفتن انداختن این خانوم از
کارش بیرون. میگه هزانت دختر دی میگیریم، دختر در هزانت مادر بود، برای اینکه حکم قطعی طلاق صادر شده بود در پرونده. این خانوم بعد از 5 سال زندگی به این جوری که اعلام میکنه به علت خشونت خانگی، حالا من نمیخوام شوهر ایشون رو که من قاضی نبودم متهم کنم، ولی به هر حال با هم نمیتونن زندگی کنن، دادگاه تشخیص داد که نمیتونن زندگی کنن و اینا رو حکم طلاقشون صادر کرد. آمدن صداش کردن دوباره دادگاه، گفتن پرونده رو بیارین. معلوم شد دیگه تو پرونده اجرای حکم طلاق رو دیگه نیست، حکم طلاق رو باطل کردن. یعنی اینکه این خانوم وقتی حکم طلاقش باطله بایستی برگرده سر جاش دیگه، باید بره عرض کنم که همسر اون آقاش دیگه اجازه نداره، که بایستی در اختیار اون آقا باشه طبق فقه اسلامی، اونم هر وقت هر کاری که خمینی گفت بایستی برای هر لذتی که میخواهد آماده باشه، هر لحظه آماده باشه. ببینید گفتن گواهینامه رانندگی که میگیریم، اون وقت شماها اینجا نشستین این پست تقسیم میکنین، بد نیست، غلط نیست، خجالت آور نیست، چرا به داد این زن میرسید؟ چرا شکایت نمیکنید؟ مگه ندارید شما؟ مگه کار خیلی مشکلیه؟ همین هفته گذشته من اگر سند وجود نداشت جرأت این حرفا رو نداشتم. ندارم. این خیلی من آدم عرض کنم که شجاعی نیستم، سعی میکنم برای خودم مشکلی نکنم. اگر سند وجود نداشت که آقای رجبی به حزب دست راستی اسپانیا 800 هزار اورو برای آخرین انتخاباتش کمک کرده، حالا من بقیه کار نمیم. 27 کشور اروپایی داریم خوشبختانه، اینا هم دیگه الحمدلله صبح با این عکس میگیرم، بعد رو با این عکس میگیرم، خرج داره. این شوخی نیستش که همین آقای جولیانی تو روزنامه نوشته بود که برای هر جلسه 50,000 دلار میگیره. حالا تو تمام این کشورها اینا مشغول هزینه هستن. همین اینها که مهمترین تشکیلات موجود هستن اجازه نمیدن یه نفر با برادر خودش صحبت کنه، یه نفر با خواهر خودش صحبت کنه. هر روز ما متوسل میشن به ماها، فکر میکنم ما مثلا زوری داریم، امکانی داریم. تلفن میکنن به خانواده ها پول بدیم، ما هیچی نداریم. همینی که 50,000 دلار میده تلفن میکنه یکی از این دوستان بزرگوار عزیزم که اسیر این گرفتاری ها و بدبختی ها، تلفن میکنه به اقوامش که من بیماری قلبی دارم پول بدیم، من بیچاره دارم میشم. میگن بیا بیرون ما تو رو معالجت میکنیم. میگه من برای رفقام تنها نمیذارم. بعد هم دیگه تماس نمیگیرن، نه اجازه میدن کسی باهاش تماس بگیره، نه اون تا بالاخره این مادر داره برای مادرش که فوت کرد ببینه، این خواهر داره، برادر داره، بقیه هم همینه، یکی دوتا در تا صد تا چند هزار نفر. چرا این ظلم نسبت به مردم میکنی؟ چه فایده ای داره این کار؟ درست کردن 7 حصار اونجوری که شاعر ما میگه چه فایده ای داره؟ بشکنید این حصارها رو، بیایید بیرون، میتونید مؤثر باشید. یه آقای ضمن انتقاد از من بسیار کار خوبی هم کرد، چون انتقاد اجازه میده آدم مواضع خودش روشن کنه. میگه که شما تمام مرزها رو شکستید. چه مرزی؟ من کدوم مرز رو شکستم؟ مجاهدین مثل بقیه، درسته که 1,000 تا مقاله علیه آقای مصداقی نوشتن، نمیدونم عکس ما رو کشیدن، چه میدونم مسخره مون کردن، فحش به ما دادن، به ما گفتن خائن، به ما گفتن از پشت، ولی اینا هم وطنهای ما هستن. نفهمیدن، اکثریت نفهمید، کار بدی کرد. ما که نمیتونیم الان آقای یسوع به اسم آقای قدیانی، من از یکم پر سوار کنم گفت از این پاسدار ها و فلان اینا کنم، این آقای قدیانی میگه که مسئول شکنجه خامنه ایه، این همرز به منه، ازش شکایت داری؟ خب بعد برو دادگستری شکایت کن. الان وقتی این حرفا نیست، چون الان وقتی این هستش که عرض کنم وجودتون این قبیل مرزها و کینه ورزی ها رو از بین ببرید. چه فایده ای داره؟ با آقای رضا پهلوی چه فایده ای داره که حساب جدش و پدرش رو به این آقا بگیم؟ آقا میگه من کاری ندارم، من میخوام برم دنبال نمیدونم آزادی مردم. یکی دو نفر دیگه هم توی این چیا من یادداشت کردم، بذارید من یه نگاهی بکنم ببینم. این یک آقای دیگری
به اسم مشتی امضا کرده و در مورد مسئله زبان از من سوال کرده. من اولا به این آقا بگم که ما از مردم برای شرکت در افیش کرد از این شهروندی برای شرکت در مبارزه سند سوی پیشینه نمیخوان. کی حق داری سند سوی پیشینه به حسن بده به حسین بده؟ میتونه باش همراه و همرز نشه ولی نمیتونه با آقا تو با این حکومت نجن. من نمیتونم با آقای سازگارا بگم که آقای سازگارا شما در تنظیم فلان سند چه میدونم خودشون هم گفتن ما وزارت اطلاعات هم کاری میکردیم، پایه‌گذار وزارت اطلاعات بوده، آقای قدیانی تو سپاه بوده، نمیدونم آقای مخمل باف نمیدونم رفته تو زندان چیکار کرده فلان کرده، برو یه سوء پیشینه عدم سوء پیشینه بیار بعد اجازه بده میرم که بریم مثلا اونجا بیستی فلان کار کنم. این ما مربوط میشه. این آقا شهروند ایران میگه با این حکومت دشمنم. این شما بعد این چیزا رو الان راجع بهش کسی صحبت نمیکنه. در زمان خودش اگر مراجع قانونی صلاحیت دار تصمیم گرفتن اقدام خواهد شد، طبق مقررات اقدام خواهد شد. من هفته گذشته فکر میکنم در مورد تصرف پلیس پاریس با هم صحبت کردیم. خب این پلیس پاریس مردم کیکوپارشون نکردن. این پلیس پاریس گفتم که 35,000 تا از هموطناش تعویض داد بردن سوزوندن. اما جنرال دوگل فکر میکنم آقای فیلسوف برجسته، اصلا فیلسوف آدم نویسنده فهمیده نظریه برداد اهل استراتژی بود اگر اشتباه نکنم اسمش بود کونت دو مغانش، که شاه هم روزهای آخرش خواهش کرده بود که از فکر میکنم از جیسکاردستان خواهش کرده بود که این آقا رو بفرست من میخوام باش صحبت کنم. آدم خیلی برجسته ای بود که مرانش که برگشت به فرانسه گفت تمام است. و حالا اون مطلب یه نیستش که من راجع بهش صحبت کنم. این کنت دو مغانش توی دستگاه اطلاعاتی چی هم بود؟ دوگل هم بود تا آخر عمرش هم از خدمتگزاران بزرگ کشور بود. برگشت به جنرال دوگل گفتش که یه جایی هستش مربوط به گزارش های فرانسوی هاست به اس اس، بایگانی هستش اینا، 3,000,000 گزارش اونجاست. دوگل گفت خیلی چیز خوبی. جنرال بود دیگه، بالاخره جنرال خیلی قاطعی هم بود دوگل، جنرال مهمی بود، آدم فهیمی بود، آدم خوشقلمی بود، آدم خوشبیانی بود، آدم با فرهنگی بود. من بارها رفتم به تعظیمش، رفتم سر قبرش، البته از سر شورای ملی مقاومت رفتم. عرض کنم حضورتون که جنرال دوگل گفتش بابا خیلی خوب شده. گفت نه آقا اصلا خوب نشد. در اینجا گفت میگونی گفت چرا؟ این کشور در تصرف یه نیروی دیگه ای بوده، اینا مردم مجبور میکردن به این که گرسنه کرده بودن، مردم فقیر کرده بودن، فاسد کرده بودن، اینا رو مردم مجبور کرده بودن، این چیزایی نوشتن رو بخواه اینجوری بکنیم نصف اهالی کشور رو بکشیم. آقایون خانوم ها، مرزبندی وجود نداره. برادر شما میخواد بره اداره فرهنگ کار بکنه، بگه از فرهنگ کمتر که پاکتر که نداری، برید قانون استخدام معلمینی بخونید، نوشته قلبشه من باید تشخیص بدم، کارفرماش باید بیاد اثبات بکنه که تو قلبش هم امام هست، باید بیاد اثبات بکنه نماز میخونه، باید بیاد اثبات بکنه با دستگاه فلان کار میکنه، نمیدونم مجبورش میکنه. شما نمیتونید اون عدالتی که تو ذهنتونه بیارید برای جامعه، برای آینده کشور. اینا عدالت هم برای مصلحت مردمه. عدالت چیز فلسفیه، عدالت چیز ذهنیه. میشه نزدیک شده عدالت، میشه سعی کرد که مثلا چه میدونم زمستونه مثلا مالک رو مالک نتونه مستأجر بندازه بیرون، ولی وقتی مالکیت وجود داره تو نمیتونی به مالک بگی که عرض کنم مستأجر اگه بهت پول نداد مالک هم بهت میگه من باید مالیات پرداخت کنم، مالک هم بهت میگه من باید بهره بانکی برام. وقتی شما توی یه نظام اجتماعی هستید میتونید تلاش کنید که مثلا از طریق بیمه، از طریق مسکن، از طریق کارهای مختلف عرض کنه حضورتون که مقداری عدالت ایجاد بکنید در جامعه سرمایه‌داری. بنابراین ولی شما نمیتونید عدالتی که تو ذهنتون هست نه با سیاست‌های چی میشه، با سیاست‌های مشخصی میشه. مثلا امر مسکن رو آرام چی کرد؟ امر مسکن رو کمک کرد به اینکه مردم سختی بالا سرشون باشه،
برای اینکه از سرما و گرما صد نخورن باج زیادی به صاحب ملک ندن یا اینکه باج کمتری پرداخت کنن برای خانه‌های اجتماعی. من براتون مثال بزنم، قیمت مسکن در پایتخت اروپا یعنی در بروکسل مثلا حدود 1/4 قیمت پایین‌تر، حتی مثلا متوسط مثلا تو شهر بروکسل حدود 1/4 قیمت پاریسه. مال اجاره هاش هم مثلا حدود 1/3 قیمت پاریسه. چرا؟ برای اینکه در اینجا دولت آمده مقرراتی درست کرده که مسکن از صورت کالا در آمده، مسکن تبدیل شده به یه سرویس. وقتی بخوای معامله بکنی از 25% قیمت رو به عنوان هزینه نقل و انتقال میگیره، صرف نمیکنه که کسی بخره رنگش کنه بعد دوباره بپوشه، چون عملی نیستش اصلا. پس بنابراین با سیاست ها گاهی میشود عدالتی رو که در ذهن اون هست نزدیک بشیم به عدالت به اون. برای اینکه بخوایم عدالت ایجاد کنیم شما چیکار میخوایم بکنیم؟ چجوری میخوایم عدالت ایجاد بکنیم؟ مرز چی؟ چه مرزی؟ کدوم مرز؟ تعریف کنید مرز را، مرز کجاست؟ ما فعلا مرزی در جنگ مشترک علیه این رژیم نداریم. مرز مشترک ما عرض کنم حفظ تمامیت ایران، وحدت ملی ما، سکولاریسم و اعلامیه جهانی حقوق بشر و دموکراسی. حالا ممکنه یکی 7 ماده بنویسه، یکی 3 ماده بنویسه، این همین حرفا. مرز چیه؟ چرا؟ مگه دوگل تونست اون بایگانی رو باز کنه، اون 3 میلیون خانوار رو؟ مگه اون موقع فرانسه چند تا چقدر جمعیت داشت؟ 6 میلیون 4 میلیون جمعیت داشت. خب وقتی که 3 میلیون نفر همکاری کردن، یا اصلا تو آلمان شرقی 17 میلیون نفر همکاری بود کردن با دستگاه عرض کنم ظالمانه استازی. بنابراین ذهنتون از این حرفا که میخوایم یه جامعه یه نمیدونم پر از عدل و داد و پاکدامنی و فلان اینا درست کنید، اینا رو چی کنید؟ اینا رو باشه تو ذهنتون باشه، خوبه یاد بدین، تعلیم بدین، تربیت بدین، به جای اینکه بگین جنگ جامعه درست میکنه بگین صلح جامعه درست میکنه. مثل اون خانوم فیلسوف وزارت خارجه آمریکا، حرفاتون رو در منطبقش بکنید با منافع مردم کشورتون، نه با منافع ذهنیتون و آرزوهای ذهنیتون. من اینجا که الان دارم صحبت میکنم میبینم که یکی از اینها رو، یکی از همین دوستانی که راجع به چی صحبت میکرد، راجع به ایران صحبت میکرد، راجع به اهمیت زبانهای به قول ایشون زبانهای ملی صحبت میکرد. من تصور میکنم که حرف ایشون درسته، مقررات بین المللی هم همین رو میگه، اما تیکه تیکه کردن کشور عملی نیست برای اداره کشور. اصلا کلمه ای به اسم فدرالیسم قابل چی نیست، قابل پیاده شدن. نه اینکه بد غلط اینا، اصلا حتی اگر زمینه های حقوقی فدرالیسم وجود داشته باشه، زمینه های جمعیتی و فرهنگیش وجود نداره. اختلاط جمعیت در کشور طوری نیست که ما بگیم شما بیاین اینجا کردی درس بده برو اونجا نمیدونم ترکمنی درس بده برو اونجا، چون اختلاط جمعیت طوری هستش که تهران بزرگترین کنگره خلق‌های ایرانه، تو تهران زبان کردی بیشتر، زبان آذربایجانی، شما اینا میگن آذری، عرض کنم ترکی، به نظر من خیلی مشتری زیادتری داره مثلا چه میدونم از زبان مازندرانی. بنابراین در کشور باید به نظر من باید اولا عدم تمرکز وجود داشته، بعدش هم برای این عدم تمرکز ما سوابق تاریخی فراوان داریم. در طول تاریخ ایران عدم تمرکز همیشه وجود داشته، حالا یا به شکل فئودالی و خانواده های حکمران محلی و اینا بوده، یا به شکل مدرن بوده که زمان رضا شاه انجام شده. به نظر من در زمان رضا شاه که انجام شده با مقتضیات اون روز درست بوده. افتخار و حیثیت بزرگ مبارزان ایرانی مصدق با استفاده از قانون اختیارات لوایحی برای عدم تمرکز در کشور ایجاد کرده، بعد هم در شورای ملی مقاومت با نظر بسیار بسیار عرض کنم حضورتون که استقبال بسیار زیاد آقای قاسملوی طرحی نوشته شده. من تصور میکنم اون طرح قابل
انتباه با شرایط تمام کشور و درست نیست شما در یک بخشی از کشور امتیازی برای کسی قائل بشین. بنابراین در ایران انجمن‌های استان باید تشکیل بشه، انجمن‌های شهرستان باید تشکیل بشه، همونجوری مصدق گفت. ضمناً هم یادتون باشه که این اسناد به دلیل کوتاهی 28 مرداد چاپ نشده، بخش مهمی چاپ نشده. و من در یک مقاله، و مقاله که نمیتونم بگم، در یک نوشته 50-60 صفحه‌ای اون قوانین رو معرفی کردم، اسمش هست شورا آرمان شهر مصدق. چون قضیه جدیه کسی تا الان نگاه نکرده بهش، همون حرفی که خودشون میزنن خلق‌ها اون تعیین سرنوشت میزنن اینا، بعدش هم میشن بارزانی، بعدش هم در بهترین شکلش هم عرض کنم حضورتون که ناگزیر به یک قدرت خارجی متوسل میشن. و اون بدبختی قرن گذشته، بدبختی جنگ بین‌المللی دوم رو هم برای تمام کشور ایجاد کردن. بنابراین من تصور میکنم مملکت بایستی که به این دوست عزیزی که از ما سوال کرد، مملکت بایستی یک زبان اداری مشترک داشته باشه. همه مردم مملکت در همه جای مملکت حق دارن به زبانهایی که مربوط به مردم کشور ماست بتونن تحصیل کنن. اگه من مازندرانی بخوام لوری یاد بگیرم چه اشکالی داره؟ اتفاقا خیلی راحت هم است برای ما، برای اینکه بسیاری از کلمات ما، من با یه آقای لوری هموطن چی بودم، همسفر بودم با هم دیگه کلمات اصلی رو گفتیم، دیدیم بابا عین هم دیگه، یه خورده نحوه تلفظ فرق میکنه. من بعداً چون خیلی آدم با استعدادی نیستم، در 40-50 سال آینده با اجازه این هموطن عزیز میرم لوری یاد میگیرم. بنابراین عرض کنم که اساس در مشروطیت انجمنهای ایالتی ولایتی بوده، بعد شما عدم تمرکز تو قوانین ایران وجود داشته، توی اهداف سیاسی سازمانهای مختلف ایرانی وجود داشته. مصدق هم این رو گفته، بایستی منطبق بشه با شرایط امروز حقوق بین الملل، حقوق بین الملل فرهنگی به خصوص که در این مورد قواعدی هم وجود داره. عرض کنم که همین این آقایی بود که به من خیلی دعوا کرده بود که تو چرا، عرض کنم حضورتون، مرزها رو به هم زدی. اسمش بود آقای بنغازی، که من فکر میکنم که پاسخ این آقا رو هم داریم. من فکر میکنم بریم یه خود راجع به مسائل داخلی اگه وقتی باقی مونده باشه صحبت کنیم. چطور آقای عزیزم؟ خواهش میکنم. بله بسیارم خوبه، ما منتظر همین فرجه شما. ارزم بزرگ آقای روحانی اجازه بدیم قربونید شما یه نحسن بابا یه فرجهی بدیم. این ماجرای ورشوست و شما صحبت کردیم ولی راجبه این حرف نزدیم. شاهزاده رضای پهلوی هم یک نامه بسیار خوبی رو به نظر من نوشته و در اونجا هم اصرار کرده به این که باید مملکت رو از جنگ دور کرد و می نویسد که بذارید من این اصل مطلبش رو بیارم تا بتونم با اتفاق هم بخونیم. این به نظر من مهمه. آقا جمهوری خواه باید دعوا می کنم، میگن چرا اطلاعی ایشون رو خوندیم. نه مهمه. با تیره تر شدن روابط ایران با جهان غرب، سخن از تصمیمات شدید از طرف این کشورها برای مقابله و خنثی کردن تحریکات و دخالت‌های غیرضروری رژیم جمهوری اسلامی در جهان به خصوص در منطقه خاورمیانه است. ادامه چنین روشی از طرف رژیم امکان درگیری نظامی را بیش از پیش در مذاکرات کشورهای ذی‌نفع در کنفرانس ورشو مطرح می‌کند. چنین بحران‌هایی ریشه در سیاست‌های نابخردانه جمهوری اسلامی به خاطر دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه به خصوص همسایگان خود دارد که نافی منافع ملی ایران است و در آغاز تأسیس این رژیم نیز منجر به جنگ زایع‌بار 8 ساله شد. رژیم در راستای چنین سیاستی اقدام به پشتیبانی و تدارکات نظامی از گروه‌های تروریستی و تن دادن به جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه کرده که غرب را بران داشته در برخورد و خونسا کردن چنین تحریکاتی راه حل نظامی را نیز در کنار راهکارهای دیگر مد نظر قرار داد. اما در یک سال گذشته
گسترش اعتراضات مردم علیه کلیت رژیم جمهوری اسلامی موجب تضعیف روحیه هیئت حاکمه و فهم روشنتر آنها از بیچارگیشان در حل مشکلات حیاتی مردم شده. در این استیصال ممکن است رژیم دست به تحریکات بیشتری برای دعوت به یک حمله محدود به کشورمان بزند تا افکار را از بیکفایتی و فساد خود منحرف و متوجه حمله خارجی کند. هم میهنانه حفظ تمامیت ارضی و یکپارچه کشورمان وظیفه ملی ماست. لذا در رفع بحران کنونی که میهنمان با آن مواجه است، با تکیه به پشتیبانی شما، اهتمام من در جهت آگاه سازی جامعه بین‌المللی است تا بدانند که تنها راه حل اصولی و عقلانی برای رفع چنین بحران‌هایی نه حمله به ایران، بلکه حمایت تام از جنبش‌های آزادی‌خواهانه مردم ایران است و بس، که در 40 سال گذشته تحت این رژیم تاوان سنگینی پرداختند و همچنان برای دستیابی به آرمان‌های حق طلبانه خود در مقابلان ایستادند. من این تلاش‌های خستگی ناپذیر فرزندان ایران، خواهران و برادران شجاع عزیزم را می ستایم و همیشه همراه شما هستند، که ما این رو توی صحبت‌هایی که در ابتدای برنامه به همت شما با آقای عسکری داشتی، هم او هم از این تلاش‌ها سخن گفت که چگونه در داخل ایران مردم دارن تلاش میکنن. اما از طرف دیگه معاون وزارت خارجه لهستان به ایران اومده تا با آقای عراقچی راجع به کنفرانس ورشو حرف بزنه، این در حالی که وزیر خارجه لهستان شمشیرش رو از رو بسته و گفته که نه، ایران در این ماجراها دخالت میکنه، باید دلش ایستاد. از طرفی امروز هم آلمان پرواز ماهان رو تعطیل کرد. من فکر میکنم از حالا به بعد دیگه تریاک در اروپا هم گران بشود با بسته شدن پرواز ماهان. بالاخره ما میخواییم نظر شما رو بشنویم، ببینیم که شما در مورد این کنفرانس چی فکر میکنید. من اول خدمتتون عرض کنم که هر چی تریاک قیمتش بره بالا، بلا فاصله بازار چیش اینه، بازار فایده عرضه و تقاضا اینه، به من این قیمت رفت بالا، اشخاصی میخوام پول بیشتری به دست بیارن میرن قطعات بزرگتری میارن و قیمت متعادل میشه. بنابراین هموطنان عزیز تریاکی ما خیلی دلواپس نباشن، یه مدت کوتاهی قیمت میره بالا بعد میاد سر جاش. از حضورتون که این واقعا این تجربه در زمان محمد رضا شاه وجود داشت و زمانی که بردن بالا قیمت خیلی رفت بالا، بعد همه تشویق شدن شروع کردن به فروش، دوباره قیمت اومد پایین. حالا این مسئله دیگه وقتون نمیگم بریم به گرفتاری های ناشی از تریاک. من بسیار نوشته خوبیه، منم عرض کنم حضورتون که اگه این نوشته رو قبلا میخوندم باورم نمیشد که ایشون نوشته. منطقه اجازه بگیم من بهشون بدم 18، برای اینکه نوشتن که با جهان غرب. من آقایی که این نوشته یا مشاور ایشون یا خود ایشون اینا بیادشون باشه که اینا با جهان غرب دعوا ندارن، اینا با زندگی دعوا دارن، اینا با آب، رود، خونه، با حیات، با حیوان، با نمیدونم، با همه چی دعوا دارن، اینا با مدنیت دعوا دارن، اینا با همسایه‌های ما که مال چی نیستن دخالت دارن، مشکل دارن با همسایه‌های ما. اینا آقای عزیزم، امیدوارم که این شخصی که این مقاله این نامه رو نوشته برای من گوش کنه. ببینید تو قانون اساسی اینا نوشته تبلور حکومت تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است. یعنی چی؟ یعنی فاشیسم. یعنی چی؟ یعنی همه باید چیه باشیم. از این طریق میخواد، بازم تو قانون اساسی چون نوشته، راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کنه. باز از این طریق میخواد تحقق حکومت مستضعفین در زمین ایجاد کنه. بنابراین با غرب فقط سر کار نداره، این با همه مدنیت معاصر دعوا داره، این با همه چی دعوا داره، این حتی با قوم دعوا داره. بزرگترین دشمنان اینا داخل همین آخوندها هستن،
آخوندا از دست در طول تاریخ ایران هیچ کس بندازی این آخوند نکشته. یعنی اینا با همه چی اینا یک موجود درنده هستن که با قواعد حیات امروز تطبیق ندارن. اینا انقدر این کارا رو میکنن به قول بازرگان تا در باطلاق فسادی که ایجاد میکنن خودشون هم غرق بشن. یکی این خواستم خدمتتون بگم که در اینجا نوشته با غرب دعوا دارن. نه آقا، اینا با غرب به موقعش معامله میکنن، خیلی قشنگ نرمش قهرمانانه میکنن برای حفظ خودشون. دیگر اینکه ایشون نوشته است با برادران و خواهران، من فکر میکنم فرزندان، خطاب به فرزندان چون میواد باشه، برای اینکه خوشبختانه دیگه ایشون بچه‌هاشون بزرگ شدن، جوانای ما دانشجو هستن و جوانای ما مثل اونا هستن. در هر حال تنها برادران خواهران ایشون که مثلا 50 ساله هستن نیستن که طرف صحبت شدن. بنابراین نمره با اجازه شما 18. و اما در مورد کنفرانس ورشو صحبت میکنه. ببینید، یا این کنفرانس مثل بقیه کارهای آقای ترامپ مانور برای به دست آوردن پیروزی های تاکتیکی و همونجوری که اعلام کردن، اینا اعلام کردن بعدم توجه هر کسی گوش میکنه علایز من یا چی باشه که بودجه وزارت جنگ رو برای 2019 تصویب کردن مشروط به اینکه جنگ رو برای اجازه بگیرن. پس بنابراین میدان مانورش برای جنگ خیلی محدوده، ولی همونطور که توی همین اطلاعیه هم نوشته، این تحریکاتی که احتمالاً هر روز اینا میکنن، هر روز میکنن، میتونه احتمال جنگ رو ایجاد بکنه. چون جنگ که تنها عبارت از این نیستش که یک کشوری بگه من میام تو رو میزنم. جنگ ممکنه که در اثر چیه دفاعی باشه، ناگزیر برای دفاع دست به جنگ بزنن. ولی اگر حتی 1% احتمال جنگ وجود داشته باشه، باید جلوش ایستاد. من برای ایستادنش هم کسی منتظر نیست من اطلاعیه بدم تو اطلاعیه بدی. ما بایستی که جبهه داخلی رو برای سرنگونی اینها تقویت کنیم با کمک همه ملدی متمدنی، از جمله با همسایگانمون، با همه کمک های ممکن از همسایگانمون، منتها کمک های شفاف روشن راحت، به جای اینکه پول بدیم به ارز که 800 هزار اورو بدیم به حزب دست راستیه که حتی یه نماینده هم نداره تو مجلس. میشه این 800 هزار تا فرستاد برای جوانای چی؟ برای بچه های گرسنه هفت تپه فرستاد. میشه حتی رفت صندوق قرضه ملی درست کرد. این کار آقای رضا پهلوی میتونه بکنه، یک صندوق قرضه ملی درست بکنه که آقا بخواییم به این اعتصابیون کمک کنیم. خودشون خانواده پهلوی میتونه پیش قدم بشه. اینا عرض کنم که اشخاصی که با اینها آمدن از کشور، اینا همه صاحبان ثروت هستن، میتونن کمک بکنن، قرضه به قرض بدن. الان بهرام خیلی پایین 2%، آقای رضا پهلوی هم زامن بشه بگه من 2%، نه من 4% بعدن میگیرم بهتون میدم، بدون مالیات تو ایران میریزم به حسابتون. راه حل وجود داره. حتی اگر چنین اقتداری وجود داشته باشه که احساس کنیم نمایندگی میکنیم بخشی از جامعه رو، میتونیم بریم از قطر وام بگیریم، میتونیم بریم از عربستان وام، اما با شفاف باشه، با روشن باشه چی به چی پول میده و بر این پولا برای چی میاد. جنگ احتیاج به وسیله داره، کارگران نباید گرسنه بمونن. آقای رضای پهلوی عرض کنم که در خارج کشور اینجوری که ادعا میکنن دوستان خیلی زیادی دارن، امکانات خوبی دارن، یه صندوق قرضه درست بکنن. عرض کنم حضورتون که هر کسی 5% امکانات خودشو بریزه اونجا بگه من مثلا چی میتونم، 100,000 تومان دارم نمیدونم، 5% چی میدم، 500 دارم من میدم، نمیدونم 1% چی میدم، 2% چی میدم، بعدش هم میگیرم با بهره. قرضه ملی، مصدق قرضه ملی درست کرد، خوبم پیش رفت، تونست یه مقداری مشکلات کشور حل کنه. حالا وقت قرضه ملی یاد بگیری، آقا از آقا دکتر مصدق یاد بگیری مملکت چیه، از مردم قرض بگیری، قرض بگیری. آقای رضا پهلوی شما خاندان پهلوی از حیث مالی آدمای معتبری هستید، قرض بگیرید، عرض کنم که به عنوان قرضه ملی بدید به کارگرا، بدید نمیدونم به وکلا که هزینه های کارگرا رو بدن، بدید به معلمین. ولی یک چیزی رو نباید فراموش کنید، جنگ رو نباید فراموش کنید، چون احتمال جنگ وجود داره.
دلایلش رو الان خدمت رو هستن. دلایلش هیچ ارتباطی به مسائل استراتژیک و جیو استراتژیک و اینا نداره. دلایلش فقط میتونه تاکتیکی باشه. چرا؟ برای اینکه الان منافعی برای انحراف افکار عمومی اولا برای خامنه‌ای وجود داره که جبهه جنگ باز کنه، بتونه مبارزات داخلی رو خفه بکنه در شرایط جنگی. اولا خامنه‌ای بزرگترین مشتری جنگه، بعدش میتونه نمیدونم تلاش قهرمانانه بکنه، این دفعه ملق قهرمانانه بزنه. اون دفعه چی گفت؟ مانور برجام، یک کلمه دیگه ای درست میکنه، مثلا چرا مصلحت مسلمانان، برای مصلحت مسلمان، برای جلوگیری از فتنه. میتونه آقای ترامپ هم اینجا نشسته نیست از کارگران هفت تپه و نمیدونم کارگران فولاد و اهواز و معلمین ایران و اینا هم باید. اون برنامه های خودشی داره، دنبال رأی هستش برای انتخابات آیندهش. احتمالا هم برنامه های خودشی در مورد ایران منطبق میکنه با برنامه های انتخاباتی آیندهش. وسایلش هم آماده هستش، همون پنج عکس دیپلمات های آمریکایی دست بنزده چشم از بسته کافی هستش. یه رفت دیگه این آقا بزنه بگیره این نشون بده بگه اینا داشتن ما را اینجوری میکردن، ما هم رفتیم انتقام خودمون بعد از 40 سال گرفتیم، دیگران نبودم. برای ایشون یک امر انتخاباتی خیلی خیلی مهمیه. الان نخست وزیر اسرائیل دچار مشکلات بسیار جدیه با دستگاه قضایی خودش، مشکلاتش خیلی جدیه. اون تو بحرانه، بحران تعقیب قضاییه، این همین بحران برای آقای ترامپ هم هست. تو کابینش تا اشخاصی هستن که اعلام کرد این آقای بولتون اعلام کرد که برای جلوگیری از بمب ایران، ایران را میخواست جلوی برجام بگیره، گفت که برای جلوگیری از بمب ایران، ایران را بمباران کنیم. توی نیویورک تایمز هم با خط بزرگ نوشت. عرض کنم که پس بنابراین امکانات نظری و منفعت طبقات مسلط بر آمریکا هم درش وجود داره. عربستان براش خیلی مفیده که بتونه یه بحران ایجاد کنه. چرا؟ برای اینکه 15% شیعیان اونجا گرفتارن، بعد گرفتارن که به دلیل تحریکات رژیم جمهوری اسلامی نمیذارن اینا زندگی کنن. بعدش هم مشکلات مربوط به قتل این آقای قاشقچی وجود داره و جای جنگ میتونه کلی این مشکلات رو تحت شعاع خودش قرار بده. همین که میاد 4 ماه پیش که این اتفاق نیفتاده بود، عمران خان رفت اونجا از این آقای وام بگیره، ورشکسته هستن، بیچاره هستن، پاکستانی ها رفت وام بگیره، چی بهش ندادن. حالا بهش میگم بیا آقا 3 میلیارد بهت میدیم بگیر. چرا؟ برای اینکه احتیاج دارن بهش تو لشکر، توی چی کردن، توی یارگیری های منطقه ای. لبنان بعضش فاجعه آمیزه، لبنان ورشکسته است، لبنان افتاده دست دست حزب الله، نمیتونه در بیاد. بنابراین عراق افتاده دست الحشد الشعبی. من نمیگم، یکی از برجسته ترین مامورین امنیتی اینا که الان تو کابینه هستش گفت در عراق اولین حرف را قاسم سلیمانی میزند. این تو کابینه شون این حرف زده شد، دروغ هم نمیگه. الحشد الشعبی یه ارتش ایدئولوژیک شیعه هستش، 100,000 تا آدم داره، آمریکایی‌ها هم خودشون میدونن، خودشون هم اعلام کردن، خودشون هم گزارش دادن. پس بنابراین عراق در تصرف این هست. امروز متاسفانه بایستی به مردم همسایگان شرافتمندمون، اصلا پناهندگان افغانستانی در ایران تسلیت بگیم. 120 تا از بچه های اینها رو اصلا طالبان امروز کشته، 120 تا در یک محل کشته. حالا چند تا رو مجروح کرده من نمیدونم، خبر مجروح رو ندیدم. قیم طالبان امروز از جمله آخونده هستن. صدای آمریکایی خودشون با طالبان رفت آمد دارن، رفیق هم صدای دولت افغانستان در آمده. خب این که افغانستانه، در حوثی ها هم که ولکن معامله نیستن، مشغولن، هر روز هم دیگه رو میکشن. ترکیه دچار بحرانه، برای اینکه با همین تهدیدی که آقای ترامپ کرده، 10% قدرت خرید پولشون سقوط کرده. شاید هم بیشتر، آخرین خبری که من دارم یه خورده خبر دوریه. خب اون که مشکل آقای ترامپ با دستگاه قضایی خودش، اون که مشکل
اسرائیل با دستگاه آقای نتانیاهو با دستگاه قضایی خودشه، اون که مسئله لبنانه، اون که مسئله عربستان سعودیه، اون که مسئله روسیه است، روسیه و چین اینجا نشستن نیوه نیوه های جنگ رو بتنن. روسیه اجازه میده به فضای این کشور سوریه تحت سلطه دولت روسیه است. دولت روسیه بدون اجازه دولت روسیه آقای نتانیاهو نمیتونه یاد بگه هر روز ما زدم، میگه 2000 دفعه تا الان نمیگه وقت گذشته شروع کرد به گفتن، میگه 2000 هدف رو من زدم، 2000 هدف زدم، نه اینکه 2000 دفعه هواپیماش پرواز کردن در دو سال گذشته، نه، یعنی اینکه وقتی این تیار رفت بالا این خونه رو زد، اون اسلحه خونه رو زد، اون پادگان رو زد، اون نمیدونم مرکز امنیتی رو زد، برگشت. دقت کردین؟ یعنی هر در هر ماموریتی چندین هدف زده شون، میگه من 2000 تا رو زدم، دروغم نمیگه، چون تو کشور نمیشه دروغ گفت. دستگاه قضایی وجود داره، پدر در میاره این دستگاه قضایی، رئیس جمهور انداخت زندان، نخست وزیر رو انداخت زندان، نمیدونم الان آمدن بیرون یا نیومدن. در هر حال باطلاق یمن وجود داره و تمام امکانات برای هیئت حاکمه های گوناگون وجود داره. این یه منفذ ممکنه که بخوان یکی از این آدم ها بخواد از این منفذ استفاده بکنه، خودش رو نجات بده. اون چیزی که بهش میگم فرافکنی. و اینا با تعقل جور در نمیاد. چرا با تعقل جور در نمیاد؟ برای اینکه اگر دست به جنگ بزنه عربستان سعودی، اسرائیل خب اونجا بیکار نیستش، حزب الله که بیکار نیست، حماس که بیکار نیست، عرض کنم که خب اینا هم دست به کار میشن، روسیه که بیکار نیستن، اونا هم دست به کار میشن و منطقه وارد یک مرحله‌ای خواهد شد غیر قابل اداره. جنگ خیلی راحتی، شروع کردن جنگ کار مشکلی نیست، کار راحتی، پیدا کردن بهانه کار راحتی، جنگ کردن این همه دشمنی ها که وجود داره از یه جایی یه سر صدایی یه اتفاقی حالا یا درست یا غلط را میدازن جنگ شروع کنه. اما کی میخواد جمعش کنه؟ این جنگ میره تو تمام عرض کنم که جوامع اقلیت های مهاجر فرودست مسلمان تو سراسر جهان، از جنگ از بیرمانی، از شیعیان بیرمانی شروع میکنه میره تا فیلیپین. کی میتونه جلوی همچین جنگی رو؟ یه چهارم بشریت مسلمان. این جنگ تبدیل به جنگ فرقه‌ای میشه، این جنگ یک مصائب استراتژیک بزرگی ایجاد میکنه. ولی در این حال میبینیم که آقایی که خیلی آدم برجسته تو آمریکا، رئیس شورای روابط خارجی اندیشکده معروف هستش، آمده میگه آقا من روی شرط میبندم. وقتی میگه روی شرط میبندی، این حتما به این دلایل توجه داره. ولی در این حال میبینیم که تا کنون به طور رسمی آمریکایی‌ها گفتن ما منتظریم که اینا بیان بشینن با ما مذاکره کنن، ما اینا بهشون فشار زیاد آوردیم و اینا درست میشن و عاقل میشن و تغییر رفتار میدن. آره، تغییر رفتار به نفع خامنه‌ایه، به ضرر ملت ایران. ملت ایران دشمنش همون جاست. ما با هیچ همسایه‌ای، نه با اسرائیل، نه با عربستان سعودی، نه با آمریکا، نه با اروپا، با هیچ جای جهان هیچ اشکالی نداریم. اشکال ما وجود آخوندهاست. بنابراین عرض کنم حضورتون که باید با هم متحد باشیم، باید با هم کار کنیم، هر کسی هر کاری که بلده میتونه بکنه انجام بده. اینقدر دنبال عرض کنم هدایت همدیگه و رهبری همدیگه نباشیم، بفهمیم که دیگران حق دارن جور دیگه ای آرزوهای دیگه ای داشته باشن، کارهای دیگه ای بخوام بکنن، اشکالی نداره. آدم هر آدم فهمشون، وجدانشون، آرزوهاشون، تربیتشون فرق میکنه با هم دیگه. من فکر میکنم که در مورد کنفرانس ورشو به اندازه کافی صحبت کردیم. به نظر من فعلا تا اینجا کنفرانس ورشو یه جنگ روانیه، امیدوارم به جنگ واقعی نرسه. بسیار ممنون و متشکر از شما، مثل همیشه استفاده کردیم، یاد گرفتیم و باز هم از همه کوشش ها و زحمات شما نهایت سپاس دارم، از اینکه مهر میکنی و این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت. آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و دوشنبه دیگر و گفتگو دیگر. ممنون از شما جناب روحانی، سپاسگزارم. من هم از شما سپاسگزارم، آرزوی پیروزی برای شما دارم و باز هم دست کمک به سوی میهن یاران دراز میکنم که میهن ما سر جاش باشه و دوستان میهن ما مشکلاتشون کمتر بشه. عرضی ندارم. ممنون از شما، سپاسگزارم. اتحاد. بله.
اتحاد، مبارزه، پیروزی. متشکرم. خب شنیدیم فرمایشات جناب روحانی نازنین رو، امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانتون معرفی کنید که به سایت میهن بیان، از بخش مقالات، یادداشت‌های روزانه، کتابخانه، آخرین اخبار جهان، برنامه‌های ویژه، یادداشت‌هایی که در حواشی سایت قرار می‌گیره استفاده کنن و اپلیکیشن میهن رو دانلود کنید. این اپلیکیشن قابلیت داره در اندروید، در اپل، یعنی iOS، نمیدونم اپل، مایکروسافت، و با هر سیستمی که شما ازش استفاده میکنی اپلیکیشن قابلیت داره که به شما کمک کنه. مسئله بعدی مسئله شبکه های اجتماعی. خواهش میکنم توی یوتیوب و فیسبوک و توییتر اینا عضو بشید، سابسکرایب کنید، لینک ها رو لایک کنید و شیر کنید. من نمیدونم این چه مشکلیه که شما استفاده میکنید ولی لایک نمیکنید و نمیفهمم، یا شیر نمی کنید. هنوزم برای خودم نتونستم توجیهی بیافرینه. از اونجایی که انسان موجودی است دلیل تراش، ولی هرچی تلاش میکنن دلیل نمیتونم بتراشم، ولی پدیده غریب است. وضعیت مالی است مشکل ماست. در این زمینه تجدید نظر کنید، حمایت کنید تا این راه به پایان برسد. ممنون از شما.